سلام علیکم آقای کشی. درود بر شما. سلام علیکم، صاحب شما بخیر. خیلی ممنون، وقت شما بخیر. اولا که حالتون خوبه خانم، حالشون خوبه. خیلی شما ممنون. حالتون خوبه. مرسی. شما رو به حق حضرت مسیح، شما رو به حق کتابش کنارتون. جانم عزیز، هر کاری میتونین برای مرد آدم کشی که تو ایران اومده یه فکری بردارین. الهی حضرت مسیح کمکتون کنه. خیلی الهی خدا. آقا من یه زن 93 ساله هم، روز تا شب از برای جوونا مردم باید گریه کنم. جانم جانم جانم، چیکار کنم که 19 نفر یه رو ادام کرده؟ بله خیلی متاسف. سگ بیشرمه بیاورو که سگ داره و صد تا از یه آخونده. بله خیلی متاسف. خدایا لعنت شما، من تو بستونم آقا، دور از ترونم هستم. جان. هم خیش فامیل آیا همه دینا تو این آیا. خدایا اثری پیر سگی بر ما فرستادی به حق پیغمبر، به حق عیسی مسیح، هر جور میتونی این از شرش از سر مردم ایران کم کن. آمین آمین. اجازه بدید پشت هم دار بچه ها جبونه ادام میکن. جانم خیلی متاسف. به حق کرمت، به حق مسیحت، به حق پیغمبرت، به حق پیغمبران 124,000 پیغمبر، هر جور میتونی شفیع یا آخونده بیشرمه بیا برو رسول مردم ایران کم کن. آقا شما هم التماس کنین. خواهش شما التماس بیا پس دستتون میبوسم عزیزی، روی ما تو میبوسم. صبح باشم چشم من پر از گریه. جانم جانم جانم، خیلی متاسفم. میدونم که برای مردم ایران خدای گشنگی که میخورن نصفشون هیچی، نصفشون هم که میباد داغ اعدام داشته باشه. جانم خیلی متاسفم. کرم دیگه بگذار از سر مردم ایران، هر گناهی کردن خدایا به حق عیسی مسیح بگذار. آمین. در نام مسیح، در نام عیسی مسیح، به حق کرم، به حق رحیمی ای پیغمبر آخر، جانم ای خدای کریم، ای خام حضرت مسیح بگذار به حق این بزرگ تو کف دستش. خدایا شما هم دعا کنین. حتما حتما. مادر عزیزم، مادر عزیز، حافظ جانم. مرسی. شما فرمودید که چند سالتونه؟ من 93 ساله. جانم 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 باتری عوض کردم. جانم جانم فقط تکلم زیر باتری میمیرم. آخ جونم، نه ما گفتم 90 ساله. آخ جان، خدا حافظت باشه. آمین، خدا حفظتون کنه. خدا حافظت باشه. اینقدر غیرت داری، در این سن دلت برای مردم ایران میسوزه، در این سن دلت برای کشور ایران میسوزه. نکنم با این سنم بچه ها و چهار تا بچه ها میجایم. جانم جانم، چه سالی جایم آقا. من میخوام از شما حالا میخوام برم اوجب بمیرم پیش عیسی مسیح بمیرم. جان خدایا من ببخش. آمین که شما رو بخشیده. از بند ایرانی رو میخورم. جان مادر عزیزم، مادر عزیزم. من میتونم یه اسمی از شما یه اسم داشته باشم؟ خدا عمرتون بده. مادر عزیزم میتونم از شما من یه اسم داشته باشم؟ حالا هر اسمی رو دوست دارید بگید. یه اسمی از شما داشته باشم؟ از شما امید جاودان دیگه. آقای نه نه، اسم خوبی میتونم. نه اسم خودتو، اسم خودتو. میگم من خدای عقلم برسه. اسم خودتون چیه؟ مادرم اسم خود، اسم خودت چیه؟ رسول آقای حیدری. خیلی خوبه. آخ جان مادر حیدری، آقای حیدری خیلی خیلی خوبه. مرسی. مرسی. آیا حیدر حیدر بیسم مسی نگهدار. مادرم مادرم جونم. امروز که نها کنید مادر مادر بزرگ جانم عزیزی جانم. مادر مایی، مادر جون اسم شما چیه؟ اسمت چیه؟ اشرت. اشرت جان، اشرت جان، با این قلب قشنگی که داری، قلب تو مال مسیحه، چون پر از عشقه، چون پر از غیرته، چون پر از محبته. من خانمش مسیحیه، منم همینطور شدم به اونم. شما هم قلبتو به مسیح دادی؟ بله، به سرم مسیحیه. هاللویا، خدا رو شکر. خدا رو شکر. همونو چیز کردن، همونو میدونستم. آمین، برافو، برافو. برافو. پس لحظه چشماتو ببند. خدا زنده بداره پسرم آقا. آمین. حال به عمل کرده، من زنده باشم. آمین. باشه. آمین. وقت کرم کم ندارم آقای حیدری. عزیز. ندارم. الان مادر عزیزم لحظه چشماتو ببند. میخوایم با هم دیگه دعا کنیم برای کشورمون ایران. برای مردممون ایران که خداوند ایران رو برکت. آمین. پیر سگ، پیر گرگ، هر چی سگ بر این آدم شرف داره.
که دل مردمون بیادارن جانم. پس لحظه آدمی شرف دارن که دل مردمون بیادارن بله. بیادارن اعدام کنه مادر بدبخت بیچاره پسر کرده 18 ساله داده به بله. عمر. خیلی متاسفیم خیلی لطفا لحظه چشماتون رو ببندید با دعای من و دیگر هموطنان عزیز که این غیرتی که در این مادر هست در تو هموطن عزیزم هست و بیخیال نیستید در اتفاقایی که میفته. توی کشور خارج اومدی میگه همه چیز برای من نایسه، به من چه مربوطه ایران و ایرانی ها چه بلایی سرشون میاد، ولی دارید میبینید یک مادری ایرانی که 93 سالشه اما این غیرت رو داره و این غیرت از خداست، این غیرت از محبته، این غیرت از ایرانی بودن این شخص هستش. یه مقداری به خودمون بیایم هموطنان عزیز، اونهایی که بی توجه به کشور هستید، اونهایی که بی توجه به مردم هستید، به خودمون بیایم و از خدا خرد و حکمتی بخوایم که به این مادر داده برای نجات ایران دعا میخواد بکن. آمین. لحظه پس مادر جان پس با من متحد شو با هم دعا کنیم. هاللویا هاللویا خدای قدوس. پدر عزیزم حقیقتا ممنون شکرگزار هستیم که مهر و محبت تو هست ای خداوند که شامل ایرانی ها باید بشه، همون گونه که این مادر اعلام کرد که خداوند ایرانی ها رو ببخش. اینک از تو میخوام مطابق فیض در نام عیسی مسیح با خون مسیح خداوند ایران و ایرانیان رو کفاره کن از هر گناه دانسته و ندانسته. خواهش میکنم در نام عیسی مسیح اگر اجازه دادی 37 ساله خداوند این ظلم و ستم در کشور ما ایران به نام خدا و به نام مذهب باشه، از تو میخوام امروز که این آگاهی رو تو داری به هموطنانمون میدی کشور ما رو از بیخردی، از جهالت، از دروغ، از مذهب کاذب رها کنه خدا، قلب مسئولین رو لمس کنه خداوندا که وقتی که دستور اعدام میدن جلوشون چشماشون در مقابل فرزندانشون باشه آمی. آیا به فرزندانشون هم حکم اعدام میدن یا نه؟ از تو میخوام در نام عیسی مسیح این 19 نفری که اعدام شدن ای خداوند تسلی تو و آرامش تو بر والدینشون باشه ای خداوند، بر خانواده هاشون باشه ای خدا، و کشور ما رو به توسط روح مقدس از روح القدس ای خدا اول آگاه کرده و بعد آزاد کن تا اول تو را بشناسیم و مهر و محبتی که از طرف تو شامل ما بشه تا نام تو جلال یابد به هر آنچه که نیکوست در نام عیسی مسیح. آمین 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 که با ایمان بپذیم. شما رو به دستان خدا میسپاریم مادر اشرف عزیزم. آمین. باعث افتخار ما هستید. افتخار ما من بود که من تونستم با شما جان. عزیزت فیض خدا با شما جانم. خیلی حالم مثلا هنوز خوبه و هنوز چرت و پرت نمیگم جانم. نه که نمیگی شما حرف خدا رو شکر برای وجودت واقعا دلم برای ایران میسوزه که با همین درد میمیرم. این دلسوزی از خداست، این دلسوزی است. خدا فیض خدا باشه، فیض خدا باشه. خدا رو شکر میکنیم برای غیرت عزیزانی همچون میدونید این مادر 93 سالش هستش. پس گاهی هستن عزیزان میگن ای بابا ما سالها به ما گفتن این دین ماست، این باور ماست، دیگه مگه میشه؟ بله، کلام خدا میگه حقیقت را بطلبید که حقیقت شما را آزاد میکنه. یک ماه پیش یه نوجوان 15-16 ساله از ایران زنگ زد قلبش داد به مسیح. هموطن عزیز ما که اینجا دست زور نداریم، ما که اینجا قدرتی نداریم که بگیم با زور و قدرت میخوایم شماها مسیح بشید، هرگز. حتی کلام خدا میگه چه اندک کسانی هستن که ایمان میآورن. چرا؟ چون دنیا دنیای منطقی و دنیای مادی هستش، همه راضی نمیشن جونشون رو، همه راضی نمیشن آبروشون رو، چون آبروی کسی که مسیح ایمان میاره به طور خاص تو جوامع اسلامی و کشور کمونیستی خواهد رفت. همه راضی نمیشن که توی جفا وایسن، تو فحشها بایستن، تو لعنت کسایی که مخالف حقیقت هستن بایستن. پس اونایی که میستن حقیقتا شرف الهی درشونه. آمی. یک شرف وطن خواهی مثل این مادر عزیز که 93 سالش هستن. من موندم که عزیزانی که یه موقع از ایران میان به عنوان پناهندگان سیاسی جرأت دیگه نمیکنن به بغل دستشون بگن ما مخالف جمهوری اسلامی هستیم اومدیم، حتی پناهندگیشون رو میگیرن و بلند میشن میرن ایران میان و فکر میکنن هیچ خبری نمیشه. چرا؟ خبرش اینه که الان میبینید پناهندگی در دنیا چقدر بد شده. چرا؟ چون عذر میخوام، چون ایرانی ها رو دیگه دروغگو میدونن،
تو پناهنده سیاسی شدی، تو پناهنده مذهبی شدی و داری دروغ میگی، دروغ گفتی توی دادگاه، قسم خوردی و حالا یواشکی میری ایران و برمیگردی. دولت جمهوری اسلامی اسامی همه شما رو میده به حقوق بشر، حقوق بشر هم تقسیم میکنه به تمام کشورهای پناهنده و کشورهای پناهنده اسم رو یک زبدر میزنن تا روز مبادا. انقدر هم دلخوش نباشی، ولی حداقل غیرت رو باید داشته باشی به عنوان یک ایرانی وقتی که اعلام میکنن اعتراض بکنید به ظلم و ستم که در کشور ما هستش، بلند شید بیاید بیرون. حداقل این سخنان بیهوده نظام جمهوری اسلامی رو تو دهانتون اینقدر نیارید، این جاسوسه، اون جاسوسه، این تلویزیون مال جمهوری اسلامی، چون همه اینا کمک میکنه به نظام قلید، به نظامی که ترش تاریکی هست. هموطن عزیزم، چرا نمیخوای خودتو از ترس آزاد کنی؟ تا زمانی که ایرانی ها در ترس هستن، در فکر آبرو هستن، در فکر این هستن که پنهانگری کنن، این رو ما میدانیم در فکر خودخواهی و طمع هستن و هرگز آزاد نخواهیم شد. ما تو هر کشوری که باشیم مستجر هستیم، کشور ما ایرانه. اگر یک آمین. ایرانی هستی، حداقل اگر یک ایرانی هستی باید اجازه بدی که غیرت تو نیز شعله ور بشه آمین. و طالب آزادی مملکت ایران باشیم. آمین. اون 19 نفر هیچ کدومشون مسیحی نیستن اما ایرانی هستن، اما ناحق اعدام شدن. اگر این مادر تماس میگیره و با این غیرت که خودشو مادر اون 19 نفرم میدونه، تو هم وطن عزیزم چرا باید سکوت کنی؟ چرا به دنبال سریالا میگردی؟ کجا سریال داره؟ کجا یه شو داره؟ کجا کنسرت گذاشتن؟ خدا رو شکر اینا بد نیست، گناه نیست، اما چقدر خودتو مشغول این چیزا میخوای بکنی؟ نمیخوای خودتو آزاد کنی؟ نمیخوای آرامش بگیری؟ نمیخوای اجازه بدی که واقعا حقیقت رو بشناسی و مملکتت آزاد بشه، نسل آینده در آزادی زندگی کنه؟ از خداوند حقیقت رو بخوا. کلام خدا میگه حقیقت تو را آزاد خواهد کرد.